حقوق اکثر خطاب این لحظه داریم. قبل از اینکه من خدمت شما برسم، همکاران من از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و دفتر حفاظت منافع و نمایندگی دائم ایران در نیویورک به من اطلاع دادن که هماهنگی لازم برای داشتن صندوق‌های سیار رو در حوزه کشور آمریکا هم انجام دادن و انشالله در اون حوزه ما تعدادی هم صندوق سیار خواهیم داشت. ما در حوزه کشورهای همسایه هم پیگیری‌های لازم رو انجام دادیم با توجه به اینکه تعداد هموطنان ایرانی ما در کشورهای همسایه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و حوزه های مختلف وجود داره. این رو هم در واقع خدمت شما عرض بکنم که ما در کشور عراق 6 حوزه اخذ رأی و تا اینجا 23 صندوق اخذ رأی رو داریم. جناب آقای سفیر و سرکنسول‌های محترم در تلاش هستند تا صندوق‌های سیار رو هم در کشور عراق با توجه به اینکه در اون ایام اعیاد هست و ایام زیارتی و هموطنان زیادی از ما در حال زیارت هستند در کشور عراق و در عتبات حضور دارند، بتونن صندوق‌های سیار رو هم داشته باشن تا بتوانیم رأی هموطنان و زائران رو در کشور عراق هم داشته باشیم. ما تعداد زیادی درخواست داشتیم از هموطنان ایرانی مقیم کانادا که درخواست داشتن از ما با توجه به اینکه سفارت ما در کانادا تعطیل هست بتونیم رأی اونها رو هم اخذ بکنیم. ملاقاتی رو داشتیم با حافظ منافع کانادا در تهران، یادداشت رسمی رو هم ارسال کردیم و درخواست کردیم که این حق مسلم هموطنان ما رو به رسمیت بشناسن تا اونها هم بتونن از این حق طبیعی خودشون بهره‌مند بشن و در کانادا بتونیم آرای اونها رو داشته باشیم. در حال حاضر منتظر پاسخ هستیم هنوز و پیگیری کردیم موضوع رو، ببینیم که انشالله این حق شهروندان ایرانی هم بتونه لحاظ بشه و هموطنان ما در کانادا هم بتونن آرای خودشون رو به صندوق‌های اخذ رأی بندازن. تقریبا من فکر می‌کنم